این هفته 50 سال پیش روی ماه. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. بازوی رباتی ایستگاه فضایی و صدای ما روی ماه. Choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. این حرفی بود که پرزیدنت کندی در سال 1962 زد. 16 ژوئیه 1969 سه فضانورد به نام‌های نیل آرمسترانگ، ادوین باز آلدرین و مایکل کالینز سوار آپولو 11 شدند که این وعده رو عملی کنند. این اولین فرود انسان بر سطح ماه بود. این عملیات بر دوش اداری کل ملی هوانوردی و فضای ایالات متحده آمریکا گذاشته شد، نهادی مستقل در قوه مجریه این کشور که اون رو با نام ناسا میشناسیم. اینجا در مقر ناسا در هیوستون تگزاس، کنترل عملیات تمام وجوه پرواز به سوی ماه رو زیر نظر داشت. این روزها از اینجا ایستگاه بین المللی فضایی رو رصد می کنند. اتاقی که برای کنترل عملیات آپولو 11 استفاده می شد به مناسبت 50مین سالگرد اون واقع در دست تعمیره. مارکوس فلورس یکی از مسئولان کنترل عملیات ایستگاه بین المللی فضاییه. هیچ تضمینی نبود که آپولو 11 موفق بشه. منظور اینه که اون موقع دیگه از اون پرخطرتر کاری نمی شد کرد. 100%. هم خود عملیات پرخطر بود، هم ناشناخته های زیادی سر راه فرود موفق روی سطح ماه وجود داشت. ناسا برای ساخت وسیله‌ای که فضاپیما را به فضا ببره با بوئینگ و سازمان هواپیمایی آمریکای شمالی و شرکت هواپیماسازی داگلاس و شرکت کامپیوتری IBM قرارداد بست تا راکتی بسازند که در نهایت بزرگترین و قدرتمندترین راکتی شد که تا حالا ساخته شده. اینجا یک راکت ساترن 5 هست. مرحله اول از سکوی پرتاب تا سرعت نزدیک به 10,000 کیلومتر در ساعت. همه این سوخت در عرض 2.5 دقیقه تموم میشه. باک خالی بار اضافیه، همون وسط فضا ولش میکنن. در مرحله دوم 5 تا موتور راکت روشن میشن و فضاپیما رو میبرن لایه بالایی جو. در ارتفاع 184 کیلومتری سطح زمین سوخت این موتورها و در واقع مرحله دوم تموم میشه. و در مرحله سوم این راکت فضاپیما رو میرسونه به مدار زمین. اونجا یک مدت موتورش خاموش میشه و یکم بعد دوباره روشن میشه. این بار دیگه فضاپیما رو تا ماه میبره. و اما قسمت اصلی داستان اون تیکه است. اون یک ذره جایی که فضانوردا میشینن. بقیهش سوخته. به جز راکت که وحشتناک قوی بود، توان پردازشی که برای برنامه آپولو به کار رفت هم برای اون دوران عجیب زیاد بود. هرچند در فرهنگ عام کامپیوترهای اون دوره رو که در اون مورد مین فریم های عظیم بود در مقایسه با فناوری امروز مقایسه می کنند. کامپیوتر 367-75 که استفاده می کردیم 1 مگابایت بیشتر حافظه نداشت، یعنی حافظه واقعیش 1 مگابایت بود، 1,000,000 بایت، به علاوه 4,000,000 بایت حافظه کمکی. شما این اعداد رو مقایسه کن با عددهای امروز. همین آیفون که دستمه 10,000 تا 1,000,000 برابر سریعتر از اون کامپیوتره. فکر کنم یه مدل موبایل دیدم که 100,000,000 برابر سریعتر بود. ها
هومر کسی بود که بخش مربوط به بلند شدن و فرود برنامه کامپیوتری ماهنشین آپولو رو نوشت. برنامه که نوشته بود روز 20 ژوئیه 1969 اجرا شد. درست موقعی که نیل آرمسترانگ فضاپیما را روی سطح ماه فرود آورد. ساعت 2:39 بامداد آرمسترانگ از فضاپیما خارج شد و اون جمله تاریخی رو گفت. خودتون میدونید که نمیشه آدم جای جالب بره عکس نگیره. آرمسترانگ و آلدرین یک پلاک و یک پرچم هم توی عکس گذاشتن، ضمن اینکه ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا هم بهشون زنگ زد. Hello Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. خب، از عملیات آپولو چی یاد گرفتیم که امروز هم همچنان به کارمون میاد؟ We are leveraging a lot of the experience. بخش عمده از تجربه هایی که اون موقع کسب کردیم همچنان به کار میاد. از طراحی راکت و طراحی کپسول گرفته تا اینکه چیکار باید بکنی که همچین چیز عظیمی رو بفرستی فضا و صحیح و سالم برگردونی. این ایستگاه فضایی بین المللیه و ایشون آلیسون مک اینتایر رئیس تأسیسات تمرینی وسیله نقلیه فضایی ناساست که قراره قلمروی خودش رو نشونمون بده. اینجا پر از سفینه‌های قدیمی و نمونه‌های آزمایشیه که ممکنه در آینده ساخته بشن. یک مدل ایستگاه فضایی بین‌المللی هم هست که برای آموزش فضانوردها استفاده می‌کنند. اینجا یک کانادایی داریم، دیوید سنت جاک، 3 آمریکایی، 2 روس. تک تک فضانوردهای آمریکایی که از سال 1980 تا حالا رفتن به فضا اینجا تعلیم دیدند. امروز صبح یه سناریوی اضطراری تمرین کردیم. دود فرستادیم توی سفینه و بچه‌ها بعد کارشون رو تو اون شرایط می‌کردن. مسئول تمرین‌های یکپارچه ناساست. اعضای تیم بعضن برای دوره آموزشی سیستم روسی میرن روسیه یا میرن اروپا برای دوره آموزشی تو سفینه فضایی کلمبوس. اینجا هم تمرین‌های یکپارچه رو انجام میدیم یا همین سناریوهای اضطراری و تمرینای عادیمون رو که عملاً یک روز زندگی در فضاست. این اوریونه. اسمش رو از صورت فلکی شکارچی برداشتن. قراره حدود سال 2020 فضانوردها رو ببره ماه. طرحش خیلی آشناست. Significantly larger than Apollo. این به مراتب بزرگتر از آپولوه ولی شکلش مشابهه، به خاطر اینکه فناوری تغییر میکنه ولی فیزیک نه. یعنی فیزیک ورود به جو همونه که زمان آپولو بود. همه ی جزئیات داخل سفینه پیشرفته تر و مدرن تره. حتی میخواییم تجهیزات ورزشی بذاریم که بتونن ورزش کنن، ولی همه چی باید مینیاتوری باشه. توالت هم داره ولی خیلی کوچیک. جالبه بدونید که آپولو 11 توالت نداشت. احتمالا این سوال براتون پیش میاد که پس این دوستان چیکار میکردن؟ قطعا همه چیزی که تو خودشون نگه نمیداشتن. خب برای این کار یک کیسه‌ای طراحی شده بود که لولای لاستیکی داشت و توش ادرار میکردند. یک کیسه‌ای هم طراحی شده بود برای مدفوع که درش رو پلم میکردند و خلاصه همه چی با خودشون برمیگردونند زمین. برای اون موقعی هم که رو ماه قرار بود قدم بزنند پوشک میبستند. فکر کنم فقط به خاطر همین یک کار باید بهشون مدال لیاقت بدن. خیلی زیاد. اولین بار که عملیات فضایی شروع شد نه فقط آپولو، مرکوری و جمینای هم بودن. اون موقع حتی مطمئن نبودیم آدمیزاد بتونه توی فضا غذا بخوره. سوالای خیلی ابتدایی ولی بنیادی، مثل اینکه بدن وقتی جاذبه نیست و در فضا شناوری چی میشه. و اما از اون زمان یک تغییر بسیار مهم رخ داده که در سفرهای آینده فضایی خواهیم دید. اما گروه بعدی که روی ماه قدم میگذارند کیا هستند؟ اونطور که مدیر ما اعلام کرده دو نفر بعدی که میرن به ماه یک مرد و یک زن خواهند بود. اولین زن در واقع. خیلی از این بابت هیجان زده ایم. So that's very exciting for all of us. Honestly, right now our astronaut corps is about برای اینکه الان حدود 40% فضانوردهای ما زن هستند. بنابراین گزینه خوب کم ندارن. قطعاً بهترین ها رو انتخاب میکنن و اصلاً عجیب نیست که اون شخص یک زن باشه.
به دنبال هک سامانه شرکت خدمات مالی کپیتال وان، اطلاعات شخصی نزدیک به 106 میلیون نفر در آمریکا و کانادا به سرقت رفت. پژوهشگران در گوگل 5 نقطه ضعف رو در برنامه پیام رسان آی مسیج آیفون شناسایی کردند که میتونست دستگاه رو در معرض حمله هکرها قرار بده. و یک نوجوان آمریکایی به خاطر برنده شدن در مسابقات جهانی ویدیو گیم فورتنایت 3 میلیون دلار جایزه گرفت. فیسبوک گفته در راه ساخت دستگاهی که به افراد امکان میده بتونن صرفاً با فکر کردن تایپ کنند، پیشرفت مهمی کرده. دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو در پژوهشی با همیاری فیسبوک الکترودهایی رو روی مغز به کار گرفته. فیسبوک امیدوار این کار راه رو برای استفاده از دستگاه پوشیدنی که نیازی به ایمپلنت مغز نداره باز کنه تا بشه به کمکش 100 واژه رو در یک دقیقه نوشت. فرانکی زاپاتا یک بار دیگه با هاوربورد یا فلای فوردش قرار از فراز کانال مانش رد بشه. تلاش هفته پیشش برای رد شدن از این کانال بی نتیجه موند، چون نتونست روی قایق سوختگیریش فرود بیاد. شرکت سونی یک دستگاه پوشیدنی تهویه هوا طراحی کرده که با استفاده از روشی موسوم به پلتیر افکت میتونه با یک بار شارژ شدن دمای بدن انسان رو تا 13 درجه سرد یا تا 8 درجه گرم کنه. و در پایان برنامه نویسان در اسرائیل دستگاهی طراحی کردند که باعث میشه پشه ها رو توی اتاق حتی وقتی تاریکه پیدا کرد. بیزیگو با استفاده از لیزر و قطعات نوری میتونه پشه ها رو شناسایی و موقعیت دقیق اونها رو تشخیص بده. البته این دستگاه نمیتونه پشه ها رو از بین ببره. برای همین هنوز به پشه کش نیاز خواهید داشت. سفر به ایستگاه فضایی بین المللی آموزش‌های ظریف، زیاد و پیچیده‌ای می‌خواد که فضانوردان قبل از سفر به فضا باید ساعت‌ها اونها رو تمرین کنن. همکارمون اسپنسر کلی رفته تا یکی از این آموزش‌ها رو از سر بگذرونه. فضانوردهایی که به ایستگاه فضایی بین المللی میرن سال‌ها آموزش می‌بینن. امروز قراره یک قطره از اون درس‌ها رو من هم یاد بگیرم. معلمم ایمی ایفینگه. این کاپولاست درسته؟ کاپولا، بله درسته. و این عین همونیه که در ایستگاه فضایی بین‌المللی هست. خب حالا با چیکار بکنیم؟ می‌خوایم بازی رباتیک ایستگاه فضایی رو ببریم سمت یه ماشین باری به اسم اژدها و بگیریمش. ماشین رو شرکت اسپیس ایکس ساخته. باش، من قراره این کار رو بکنم؟ بله، شما قراره انجامش بدین. صحیح. قضیه اینه که برخلاف اون که من فکر میکردم خدمه یه ایستگاه فضای بین‌المللی باید با این بازوی 17.5 متر بیارنشون. یه مدل اژدها هم هست که خودش سر جاش قرار میگیره، ولی این یکی و بسیاری از سفینه‌های باری فعلی تا دم ایستگاه میرن، اونقدر نزدیک میشن که بازوی روباتیک بهشون برسه. Okay, I'm ready. فهمیدم. من حاضرم. صید اژدها. خب برم. اوکی. هر وقت حاضری برو. اوکی، رفتم. There are two controllers for the arm. بازو دو تا کنترل داره که میبرننشون بالا و پایین، چپ و راست و جلو و عقب، طوری که در موقعیت درست قرار بگیره. بعد از اینکه رسید جایی که میشه سفینه رو گرفت، یه فرایند خودکار داره که میگیرتش. توصیه اول، بیرون رو نگاه نکنین. با اینکه خیلی زیباست، ولی از روی چیزی که میبینین نمیشه درست قضاوت کرد. به جاش باید مدام حواستون به تصویر دوربینی باشه که روی خود بازوی روباتیک نصب شده. هنوز هیچی نشده هول شدم. یعنی فضانورد بند خدا هر باری که یه چیزی میاد نزدیک ایستگاه فضایی باید همین کارا رو بکنه؟ بله، با این فرق که مال شما آزمایشیه، در نتیجه اگه اشتباه بکنین هم طوری نمیشه، ولی وقتی در فضا باشی از این خبرا نیست. درست، چی ممکنه بشه؟ ممکنه بازو رو بزنی به اژدها، باعث شی بره عقب، از ایستگاه دور شه. ممکنه نتونی بگیریش. احتمالاً بدترین سناریو همینه که نتونی بگیریش. اگه دقیق نری جلو ممکنه بازو رو بزنی به یه نقطه حساس اژدها. هر وقت علامت‌های روی اژدها با دستور عملی که روی صفحه است منطبق شد، باید بگیریش. الان دست رو بکش. از اینجا به بعد دیگه دست نمیزنی. فقط تماشا می‌کنی که خودش چجوری میگیره. گرفتم اژدها رو. آفرین. بزن قدش. گرفتمش.
این صرفاً یکی از ده ها مهارتیه که فضانوردهای ایستگاه فضایی بین‌المللی باید کسب کنن. نمره امتحانم اومده و از اونجایی که آدم مبتدی شانس میاره، ظاهراً وضعم خیلی بد نبوده. یکم زیادی تند حرکت کردی، ولی مهم اینه که در نهایت انجام دادی. نکته مهم دیگه که باید نگاه کرد، مقدار جابجایی روی دو محور دیگه یعنی وای و زده که باید نسبت به محور اصلی جابجایی خیلی کم باشه که بوده. در کل عالی بود، آفرین. اخیراً یک نظرسنجی در بریتانیا انجام شد که نشون میداد از هر 6 بریتانیایی یکی معتقد فرود روی ما صحنه سازی بوده. در عصر اینترنت تئوری توته همه جا هست و یکی از معروفترین تئوری های توته همینه که فرود روی ما ساختگی بوده و هرگز رخ نداده. شرکت هایی مثل انویدیا سعی کردن با کمک فناوری ثابت کنند که سفر به ما واقعاً صورت گرفته. با واحدهای پردازش گرافیکی خیلی قوی رندرهای سه‌بعدی کردن که نشون میده رفتار نور روی ماه واقعا چجوریه و به این ترتیب تئوری‌های توتئی رو که بحث اصلیشون نور روی ماه رد میکنند. ما هم به نوبه خودمون سعی کردیم کمی پژوهش کنیم و شواهدی رو بررسی کردیم که ثابت میکنه بشر واقعا روی ماه قدم گذاشته. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. Jonathan Swift, the famous جاناتان سویفت، رمان نویس سرشناس، میگه استدلال هرگز نظر غلط آدمی رو که اون نظر رو با استدلال به دست نیاورده عوض نمیکنه. وقتی کسی نظر نامعقولی داره که مبناش چرت و پرته، هر چقدر براش استدلال کنی نمیتونی با دلیل و منطق نظرش رو عوض کنی، چون اساسا نظرش بر مبنای دلیل شکل نگرفته بوده. یه تئوری خیلی معروف اونه که میگه واقعا نرفتن ماه، رفتن فضا، چند دور دور مدار زمین چرخیدن، وانمود کردن رفتن ماه و برگشتن. یکی دیگه میگه تشعشع اجازه نمیده، میگه غیر ممکنه بتونن از کمربند مرگبار ون آلن که دور کره زمین رد بشن. یه سری هم توی عکس‌های ایراد پیدا میکنن که همش مسخره است. میگن استنلی کوبریک کل ماجرا رو توی منطقه 51 یه جا وسط صحرا فیلم برداری کرده. The technology to fake the moon landings did not exist. اساساً فناوری جعل سفر به ماه در سال 1969 وجود نداشت، ولی فناوری برای رسیدن به ما به فهمی نفهمی بود. 30 feet down, 2.5. Picking up some dust. Great shadow. Different, but it's very pretty out here. مبنای کار دوربین‌هایی که بردن روی سطح ماه سیستم‌های 500 EL بود. خیلی چیزهاش رو ناچار شدیم تغییر بدیم. بعضی چیزهاش رو برداشتیم که وزنش کمتر بشه. از چشمی گرفته تا سیستم آینه. بعد کل مجموعه رو گذاشتیم توی یک قاب روی لباس فضانورد. برای اینکه قاب رو انتخاب کنن و عکس بگیرن باید بدنشون رو اینور و اونور می‌کردن. ستاره ای نمی بینیم چون دامنه کنتراست سطوح در تصویر خیلی بالاست. فرض کن یه روز آفتابی بیرون یه خونه بیستی و در رو باز کنی و داخل رو نگاه کنی. جزئیات توی خونه رو نمیتونی ببینی چون اونجایی که ایستادی زیادی روشنه. این نزدیکترین چیزیه که در وسایل امروزی داریم. یه حسگر 100 مگاپیکسلی داره. اگه الان ببریمش روی سطح ماه، نمیتونیم ستاره ها و سطح ماه رو در یک عکس بگیریم. One of the issues of doing it in a studio is the dust on the moon. اگه بخوای توی استودیو بگیری، یکی از مسائلی که پیش میاد غبار روی ماهه. وقتی اتمسفر نیست، غبار یه جور دیگه رفتار میکنه. یعنی باید یه استودیو بسازی، هوای درونش رو خالی کنی که توش خلا باشه و در عین حال همه چی عادی کار کنه. یعنی استودیو باید به طرز عجیبی محکم باشه که اختلاف فشار هوای بیرون با بیفشاری توی استودیو باعث متلاشی شدن استودیو نشه. You have to really try really hard and have باید خیلی زحمت بکشی و باور عمیق پیدا کنی که میشده این داستان رو جعل کرد. چرا به دانشمندها و مهندسها و فضانوردها و اون 2000 تا شرکتی که این عملیات رو ممکن کردن اعتقاد نداشته باشی؟ به اینا اعتقاد نداشته باشی، به جاش به استنلی کوبریک و صحنه فیلمش اعتقاد داشته باشی. سفر به ماه در اوج مسابقه فضایی آمریکا و شوروی رخ داد. از اواسط دهه 50 این دو ابرقدرت در رقابت مدام برای چیرگی در عرصه فناوری و دانش بودند. شوروی‌ها قابلیت ردیابی خیلی پیشرفته‌ای داشتند. می‌تونستن موشک‌ها یا راکت‌های فضایی رو ردیابی کنند. بعید به نظر می‌رسه که نتونن تئوری توطئه‌ای در این حد رو تشخیص بدن. ضمن اینکه اگه فکر می‌کردن ساختگی، قطعاً افشا می‌کردن که در جنگ تبلیغاتی اون دوران امتیاز بگیرن.
مهندسای آپولو کاملا به وجود کمربند ون آلن آگاه بودند. اول اینکه زمان خیلی زیادی اونجا نبود و دوم اینکه مسیر رو طوری انتخاب کردن که از جایی رد بشن که کمربند ون آلن ضعیفه. قاعدتا باید همین که سنگ‌های ماه رو با خودشون آوردن روی زمین برای رد کردن تئوری توطئه‌ها کافی میبود. اون سنگ‌ها رو تا به امروز دارن مطالعه می‌کنن. بعضی‌ها رو همون موقع مهرمون کردن و هنوز دست نزدن. برای اینکه دانشمندها در همون دهه 60 و 70 میلادی هم می‌دونستن فناوری با زمان پیشرفت می‌کنه و می‌تونن کشفیات علمی جدیدی داشته باشن. فضانوردهای آپولو یه تعداد رترو ریفلکتر روی سطح ماه باقی گذاشتن. اینها ابزار آزمایش منفعلن. میشه سمتشون لیزر پرتاب کرد. میتونیم لیزر از زمین به ماه بفرستیم و تغییر رفتار ماه و مدارهاش رو بفهمیم. متاسفانه حتی این هم برای کسانی که منکر سفر به ماهن کافی نیست، چون فقط توطئه میبینن. تئوری‌های توطئه سفر به ماه از چندین دهه پیش بودن، ولی واضحه که در دوران اینترنت دوباره جون گرفتن. پدیده‌هایی مثل گروه‌های فیسبوکی این امکان رو میده که آدم‌هایی که چنین باورهایی دارن همدیگر رو پیدا کنن. قبلاً چنین امکانی نبود. رومی‌های باستان هم تئوری توطئه داشتن، فقط اینترنت نداشتن. ما همچنان تئوری توطئه داریم چون آدمیم و مغزمون خطا می‌کنه. اینترنت هم که هست، همه چی مهیاست. ماه از زمین خیلی دوره. حدوداً 250 هزار کیلومتر از ما فاصله داره، اما الج ریچ رای پیدا کرده که صداشو از همین فاصله عبور بده و به ماه برسونه. اگه پاتون به ماه نمیرسه نگران نباشین، میتونین براش پیغام بذارین. اومدم شهر پولا در کرواسی. میوزیک تک فست یا به اختصار MTF برنامه داره. عشاق صدا و صوت جمعن، آدمایی که میخوان مرزهای موسیقی رو با کمک فناوری جابجا کنن. برنامه امروز عصرشون خیلی جالبه. یه کار هنری اینتراکتیو به اسم خواهر ماه. مردم پشت سر من صف کشیدن که با ماه صحبت کنن. بهترین موقع سال برای این پروژه هنری فضایی و ظاهراً خیلی پرطرفدار هم شده. صداتون رو میشنوم. عصر بخیر. عصر بخیر. به دوینگولو خوش اومدین. حرفای من از طریق خط اینترنتی که توی کابین هست و به شکل امواج رادیویی میره به تلسکوپ دوینگلو در 2 ساعتی آمستردام در هلند. قرار من توی این میکروفون صحبت کنم و شما یه کاری با صدام بکنین که به ماه ربط داره. درسته؟ بله، صدای شما رو سوار امواج رادیویی میکنیم میفرستیم ماه. 1.25 ثانیه بعد حرفای من میرسه به سطح ماه و 1.25 ثانیه بعد انعکاس صدام از روی سطح ماه برمیگرده. روی هم 2.5 ثانیه. Hello, moon people. سلام ماه نشینای عزیز. What's the weather like up there? هوا اون بالا چطوره؟ موسیقی چی گوش میدین؟ سال 1956 این جزء اولین آنتن‌های رادیویی اخترشناسی متحرک دنیا بود. بعد از اینکه از رده خارج شد، با دقت تعمیرش کردن و الان برای پروژه‌های علمی و آموزشی و هنری مثل همین برنامه استفاده میشه. گمونم کارهای عجیب‌تر از این هم در زندگیم کردم، ولی یادم نمیاد چی بوده. فردای اون روز رفتم سراغ مارتین نیکول روژینا ببینم ماجرای کار هنری و صحبت کردنش با ماه چی بوده. همیشه دلم میخواست فضانورد بشم. عاشق اجرام آسمانیم، عاشق کیهانم و عاشق این که همه ما از غبار کیهانی ساخته شدیم. از وقتی بچه بودم مستندهای فضایی و کهکشانی رو تماشا میکردم. من معتقدم اینکه یه چیزی از آدم از منظومه خودمون بره بیرون، واقعا بره به یه فضای دیگه، یعنی به یه جرم آسمونی دیگه و بعد برگرده، اثر شگفت‌انگیز و دگرگون کننده ای روی آدم میذاره. اتفاقی که میفته اینه که انگار توی ذهنت جهان رو از بیرون میبینی، زمین رو از بیرون میبینی، تازه میفهمی در واقع ما خودمون هم توی یه کشتی فضایی هستیم. راه خیلی قشنگیه که ارتباط با اجرام آسمانی رو همگانی کنیم و احتمالاً برای آدم‌هایی مثل من نزدیکترین حالتیه که به ماه میرسم. به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk یا از طریق شناسه @persianclick در توییتر. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و
خدا نگهدار.